سرخط خبرها دو تن از اعضای طالبان که با هم پسران کاکا بودند در یک درگیری خودی کشته شدند طالبان یک نیروی پیشین امنیتی و دو تن دیگر را در بامیان بازداشت کردند حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های افغانستان مردم افغانستان را قتل عام کرد و هشدار روسیه به امریکا ارسال اسلحه به اوکراین را متوقف کنید با یاد خدا به مجموعی خبری مهم این کانال خوش آمدید تقاضا می کنیم ویدیو را لایک و چینل را سابسکرایب کنید دو تن از اعضای طالبان که با هم پسران کاکا بودند در یک درگیری خودی کشته شدند منابع محلی در ولایت تخار میگویند که در درگیری خودی نیروهای طالبان دو تن که با هم پسر کاکا بودند کشته شدند به روایت منابع این رویداد اصر امروز جمعه 26 حمل در روستای خوجا چنگال ولسوالی بهارک ولایت تخار رخ داده است منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که افراد کشته شده قیوم وردک و مولا نام دارد که از سوی ملک یکی از محافظان لطیف آخنزاده فرمانده طالبان در پی اختلافات درونی تیریباران شدند گفتنی است که در چند روز گذشته در پی اختلافات درونی طالبان در تخار پیش از ده طالب مسلح کشته و زخمی شدن. طالبان یک نیروی پیشین امیتی و دوتن دیگر را در بامیان بازداشت کردند. منابع در بامیان تایید می کنند که طالبان یک نیروی پیشین امنیتی را با پسر مامایش در ولسوالی یکا لنگ نمبر ون بامیان بازداشت کردند. به گفته این منبع این نیروی امنیتی پیشین دو شب قبل در این ولسوالی از سوی طالبان بازداشت شده است این منبع همچنان میگوید که صدار احمدی دستیار مولوی مهدی رئیس پیشین استخبارات طالبان در بامیان نیز بازداشت شده است این در حال است که شمار از باشندگان بامیان از افزایش های نیروهای پیشین امنیتی ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که طالبان به عفه باور ندارند حملات مرگبار پاکستان بر ولایت خوز سی غیر نظامی جان باختن منابع محلی از عملی هواپیماهای پاکستانی مناطق بر ولسوالی ولایت خوز خبر داده میگویند که دست کم سی تن در این عمله جان باختن این در حال است که در حملات مشابه در ولایت کنر نیز پنج زن و کودک کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها هواپیماهای پاکستانی شب گذشته 26 عمل بر روستای میرچه، منده، شیدی و کانی در ولسوالی سپر ولایت خوست در شرق کشور حمله کردند. سخنگوی فرماندی امنی طالبان در خوست این حملات را تایید کرده اما در مورد تلفات برخواسته از این بمباران بر رسانه ها چیز نگفته است. در همین حال شب گذشته نظامیان پاکستانی با نیروهای طالبان دست های مستر بل از مربوطات ولسوالی گربز خوز نیز درگیر شدند. تا اکنون جزیات درباره تلفات ناشی از این درگیری ها منتشر نشده است. از سوی دیگر، گزارش ها از ولایت کنر در شرق کشور هم حاکی است که عملات هوایی پاکستان در این ولایت جان یک زن و پنج کودک را گرفته است. مقام های پاکستانی هم هنوز در این باره چیز نگفتند و دولت مرکزی طالبان هم در این باره واکنش نشان نداده است. این در حال است که ولایت کنر، نورستان و برخی دیگر از ولایت های مرزی کشور همواره هدف حملات راکتی و توپخانه ارتش پاکستان بوده است پاکستان در گذشته ادعا کرده که طالبان پاکستانی با حمایت دولت پیشین افغانستان در مناطق مرزی و ساحات کویستانی این ولایت پایگاه و اردوگاه دارند و از آنجا حملات را علیه آن کشور سازماندهی می کنند دولت پیشین کابل اما این اتهامها و ادعا را رد می کرد کابل حتی برای توقف حملات پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد اما این شکایت هرگز به نتیجه نرسید در زمان طالبان نیز تنشهای مرزی میان دو طرف ادامه پیدا کرد و بارها گزارش های درباره درگیری مرزبانان طالبان و ارتش پاکستان منتشر شد با این حال طالبان تا اکنون رسما درباره حملات هوایی و راکتی پاکستان موضع گیری نکردند در ماههای اول قدرتگیری طالبان در کابل آتشبس یک میان طالبان پاکستانی و دولت اسلام آباد با میانجیگری سرادیدین حقانی وزیر داخل طالبان برقرار شد اما با پایان این دور آتش بس، مذاکرات متوقف شد و حملات دو طرف علیه همدیگر ادامه پیدا کرد در تازه ترین مورد درگیری بین نظامیان پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان منجر به کشته شدن هفت سرباز ارتش آن کشور و چهار شورشی طالب شده است بر بنیاد اعلامی که روز جمعه 26 حمل از سوی ارتش پاکستان به نشر رسیده این کمین روز پنجشنبه در وزیرستان شمالی در شمال غربی خیبر پختونخوا رخ داده است با گفته ارتش پاکستان ستیزه جویان طالب در یک مسیر یک کاروان نظامی در یک پایگاه سابق تحریک طالبان پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان کمین کرده بودند که منجر به تیراندازی شدید شده و در نتیجه آن هفت سرباز و چهار شورشی کشته شده است پیش از این عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان ادعا کرده بود که اعضای سه گروه تروریستی شامل دایش، طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ از افغانستان وارد پاکستان می شوند و دست به عملیات تخریبی می زنند طالبان اما همواره ارتباط و حمایت از گروه های تروریستی را رد کرده و گفتند که هیچ کشور از خاک افغانستان هدف حمله قرار نخواهد گرفت موضوعی که ظاهرا حتی از سوی دولت پاکستان هم جدی گرفته نمی شود هشدار روسیه به آمریکا ارسال اسلحه به اوکراین را متوقف کنید روسیه به آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه کمک های تحصیلاتی به اوکراین با عواقب خطرناک روبرو خواهد شد بر بنیاد گزارش ها سفارت روسیه در آمریکا با ارسال یادداشت به وزارت امور خارجه آمریکا به ایالات متحده و متحدان آن کشور درباره ارسال تسهیلات پیشتر به اوکراین هشدار داده و گفته است که کمک های نظامی امریکا و از ناتو به اوکراین به شدت منعاقشه افزوده و منجر به طبعات غیر قابل پیش بینی خواهد شد در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مسکو نیز کرده است که روسیه یادداشت های دیپلماتیک به ایالات متحده و سایر کشورها در مورد ارسال اسلحه به اوکراین فرستاده است روسیه در یادداشت ذکر کرده ما از ایالات متحده و متحدانش میخواهیم تا نظامی سازی غیر مسولانه اوکراین را که متضمن پیامدهای غیر قابل پیش بینی برای امنیت منطقه و جهان است متوقف کند قبلا نیز پوتین به کشورهای دیگر هشدار داده بود که هر گونه مداخله در عملکرد روسیه موجب پیامدهای خواهد داشت که آنها هرگز ندیدن. این یادداشت است پس از آن ارسال می شود که جو بایدن رئیس جمهور امریکا از اختصاص کمک نظامی 800 میلیون دلاری جدید امریکا به اوکراین خبر داده است کمک های نظامی جدید امریکا شامل تجهیزات توپخانه و هلیکوپترها است امریکا تا اکنون 3 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اوکراین گذاشته است یک مقام ارشد دولت امریکا نیز گفته که این هشدار نشان میدهد که کمک های نظامی در جلوگیری از پیروزی روسیه در اوکراین موفق بوده است مسکو ناتو را هم متهم کرده که با هدف ادامه ها به اوکراین فشار می‌آورد تا مذاکرات صلح با روسیه را ترک کند